به تماشا خوش اومدید. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته را از دو سالانه طراحی لندن اجرا می‌کنم. در تماشا این هفته گشتی در دو سالانه طراحی لندن. وقتی از بیمارستان ما اومدیم بیرون یک به من بابام یک کیسه دادن. گره خوردن سرگذشت‌های شخصی با خاطره جمعی در آثار علی مبصر. چهره‌ها و مکان‌ها فیلم جدید آنیس واردا. دو سالانه طراحی لندن فرصت خیلی خوبیه برای دیدن آثار بعضی از خلاق‌ترین طراحای معاصر. امسال مضمون این دو سالانه هست حالت‌های مختلف احساسی و هنرمندای از بیش از 40 کشور مختلف دنیا تو شرکت کردند. من امروز به اینجا اومدم تا هم کارا رو ببینم و هم با یکی دو تا از هنرمندان این مجموعه گپ بزنم. موضوع دو سالانه امسال حالت‌های مختلف روحیه. ما از طراحا خواستیم که چیدمان‌هایی رو درست کنن که به معنای واقعی مخاطب رو با خودشون درگیر می‌کنن و اونها رو توی دل کار می‌برن و از طرف دیگه به تاریخ طراحی کشورهاشون هم مربوط میشن. چیدمان ایالات متحده به سیستم‌های تشخیص چهره پرداخته که نهادهای امنیتی از اون برای نظارت شهروندها توی شلوغی‌ها استفاده می‌کنند. اما هنرمندها از این الگوریتم‌ها برای خلق یک تجربه جالب استفاده کردند. مخاطب‌ها می‌تونن با حالت‌های مختلف چهره‌شون با این الگوریتم‌ها بازی کنن. دو چیدمان جالب اینجا هست. توی یکی از اونا صفحه نمایش از چهره تمام آدم‌هایی که توی این غرفه بودن استفاده می‌کنه و از این طریق حالت روحیشون رو تشخیص میده. صفحه نمایش بعدی بر اساس داده‌هایی که از چهره آدم‌های مشهور توی شبکه‌های اجتماعی داره، سن، نژاد و حالت روحی افراد رو تشخیص میده. اما چون چهره افراد مشهور همیشه زیادی ایده‌آله و جوان‌تر نشون میدن، معمولاً سن افراد رو اشتباه تشخیص میده و اونا رو پیرتر می‌بینه. And that distorts how these computers read our faces. توی این نمایشگاه می‌خواستیم ببینیم طراحی چطور می‌تونه به شادی و رفاه آدم‌ها کمک کنه و رضایت مدنی اونها رو افزایش بده. مثلا چیدمان کشور لتونی یه شیشه بزرگه که سطح روش بخار گرفته و مخاطب میتونه روش طراحی کنه. جالبه که تقریباً 80% آدما روش شکلک خندان یا همون اسمایلی میکشن. چند وقت پیش برادرم اومده بود لندن که منو ببینه و یه روز بعد از اینکه دیگه برگشته بود به لتونی، صبح زود از خواب بیدار شدم و نشستم پای میز صبحونه. داشتم از پنجره بیرون رو نگاه میکردم که یهو یه شکلک خندان روی شیشه ظاهر شد. من این شکلک رو توی این مدت ندیده بودم چون در طول روز شیشه ها شفافن، ولی صبح که رطوبت بیشتر میشه شیشه بخار میگیره و تصویر ظاهر میشه. این شکلکی بود که برادرم کشیده بود و خیلی جالب بود که اون پیش من نبود، ولی خاطرش ناگهان ظاهر شده بود. فکر کردم این برای یه کار هنری ایده خیلی خوبیه که همین اتفاق رو برعکس کنم. توی این کار دستخط‌ها و طراحی‌های آدم رو ظاهر نمیشه، ولی به جاش بعد از یه مدت کوتاه پاک میشه. اینجا هم الان مردم دارن رد خودشون رو باقی میذارن، اما چند دقیقه دیگه همشون غیب میشن. غرفه یونان هم به همین مسئله طراحی و تفریح می‌پردازه. شبیه یه دیوار ثابته و مردم میتونن وارد تونلش بشن، اما وقتی پاشون رو روش میذارن مثل یه پیله کرم ابریشم دورشون باز میشه.
تلاش کردم توی این کار از این کلیشه که معماری باید ایستا و بی حرکت باشه سرپیچی کنم. یه دیوار آوردم اینجا و از بازدیدکننده ها میخوام که از قانون مخاطب صرف بودن و با فاصله به اثر هنری نگاه کردن سرپیچی کنن. ازشون میخوام که این مرز رو بشکنن و وارد اثر هنری بشن که با فضا و بدنشون ارتباط مستقیم برقرار میکنه. اسکلت این کار از فولاده، اما تمام این دیوار فنره. این میله های لبه های دیوارن که این فنر رو می سازن. یه سازوکار خیلی ساده در زیر کار باعث میشه که با هر قدم شما دیوار باز بشه و این فضا رو اطراف شما به وجود میاره. هلند یه گلخونه یا گرمخونه درست کرده که از یه شیشه مخصوص انرژی خورشیدی ساخته شده و باعث میشه که انرژی از نور ضعیف اطراف گرفته بشه و گیاهای درونش رو پرورش بده. این گلخونه ها از یه سیستم هایدروپونیک یا کشت بدون خاک استفاده میکنن که میشه باهاشون توی شرایط نوری خیلی ضعیف غذا تولید کرد. طراحی یکی از اون ابزارهایی که به دنیای ما شکل میده. بین طراحی خوب و بد تفاوت خیلی زیادی وجود داره. طراحی‌های خوب میتونن شهرها رو به جاهای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنن. ما امیدواریم که به طراح‌ها آزادی عمل داده بشه که بتونن چنین کارهایی رو انجام بدن. جشنواره آرل که هر سال سه‌ماهی در جنوب فرانسه برگزار میشه از مهمترین رویدادهای عکاسیه. این جشنواره امسال در بخش کشف استعدادهای تازه از علی مبصر، هنرمند جوان ایرانی بریتانیایی، دعوت کرده تا آثار خودش رو به نمایش بذاره. علی مبصر حدود یک دست که داستانهای از زندگی خودش و افراد خانوادش رو در قالب یک مجموعه عکس ارائه میکنه. زبان بی تکلف این آثار باعث میشه که مخاطب چه ایرانی چه غیر ایرانی خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار بکنه. تماشا این هفته به دیدن علی مبصر رفته. من در دانشگاه هنر خوندم و یه رشته به نام اینترمیدیا بود. وقتی من این درسم تموم شد میترسیدم که آرتیست بشم. بلکه به خودم فکر می‌کردم که چیزی ندارم بگم. چی می‌خوام بگم؟ داستان فامیلم برای من خیلی چیز شخصی بود، نمی‌خواستم شیر کنم با بقیه. بعد وقتی بچه دار شدم دیدم که بله، باید این داستان رو باید بگم. این شروعش بود. 8 سالم بود که مادرم از کالیفرنیا منو فرستاد لندن. از سن 8 سالگی تا 18 سالگی من در خونه پدر و عمم بودم. افسانه عمه من بود. اون شد مثل مادر من. 2013 یه روز رفته بودیم افسانه ببینیم. من یه بچه پسر داشتم، 1 سالش بود. افسانه یه کار جدید گرفته بود و توضیح میداد و وقتی که توضیح میداد این راجب این کارش دستش رو گرفت، دهنش رو گرفت اینطوری، پاش بررفت و سکته مغزی داشت میکرد و سکته مغزی دوم کرد و این دفعه رفتن توی کما و 2 روز بعدش فوت کردن. یه عکسی گرفتم یه روزی، پسرم بغل افسانه بود، توی صندلی نشسته بودن. بالا سر این صندلی عکس نقاشی پدربزرگم بود. دیدم که روی این صندلی کوسن بود و افسانه وقتی نشسته بود روی این کوسنه جاش مونده بود. دیدم این عکس قشنگیه. عکس رو گرفتم. از اون مدتی که همون روزی که افسانه فوت کرد رفتم تو خونه، از تختش عکس گرفتم، از همه چی عکس گرفتم. می‌خواستم احساس افسانه تو خونه رو نگه دارم. در این مدتی که عکس می‌گرفتم
این عکسا شدم افسانه جعبه یک. باکس دوم، وقتی از بیمارستان ما اومدیم بیرون به من بابام یک کیسه دادن که لباسای افسانه بود. بعد 6 ماه بعدش تلاش می‌گرفتم از این چیزای کانتنت های این کیسه نال دادم عکس بگیرم. در اون مدتی که تو خونه پدر افسانم بودم یه جعبه گیره بودم که تو این جعبه همه پاسپورت های افسانه بود، تصدیق رانندگیاش بود، کارت ملیش بود، همه چی با هم دیگه نگه داشته بود و حتی کارنامه هاش هم نگه داشته بود. اینا من گذاشتم پلو هم دیگه، دیگه دیدم تمام زندگی افسانه اینجا بود و از این عکساشو گرفتم و بزرگشون کردم. که خیلی مهم بود برای من که کار افسانه درست کردم این بود که میخواستم تشکر کنم از افسانه. حالا طعم‌های انقلاب رو بهتون نشون میدم. برای من این بسته هایی که از ایران میامد این تمره ها میدیدم، این تمره خیلی جالب هست، رنگ های درشتی و مسلسل میدیدم. گفتم خب من هم میانده که ما رو بزرگم اینجا نشسته تمره ها میبوره، کوپون هاشون میبوره، من هم اینجا تمره ها میبورم. چون که هم تمره ها بریدن تا سن 12 سالگی تا 1989 تم جمع میکردم. بعد بزرگ شدم بعدها گفت دوباره تمرات دیدم، گفتم عجب چیزایی بود این تمرات. تمرات متوجه شدم که این تمرات اصلا کانتنتشون چی بود. برای من اینا تمرات راجبه یه بچه بود که تمرات جمع میکرد و نزدیکی به ایران برای من میآورد. بعد از چندین سالا که بزرگ شدم این تمرات دوباره مردم نشون میدادن، بهم گفتن که همین اینا که تو تمرات ازن شهیدن، کسی زنده نیست تو این تمرین. فهمیدم کیا هستن تو این تمرین. اسمشون رو گذاشتم Stamps of a Revolution، تمرهای انقلاب. بعد با دایرکتر AG Gallery شروع کردم صحبت کردم و گفتش میخوام نمایش بذارم از این. کارامو جور کردم، رفتم دیگه. رفتم ایران. قبل مادر بزرگم رو دیدم و بعد از اون که برگشتم لندن ایده بعدیم به دنیا اومد. وقتی انقلاب شده بود مادر بزرگم مریض بود، سرطان داشت و مادر بزرگم گذاشت تو بیمارستان و دیگه خانومش ندید. داستان پدر بزرگ و مادر بزرگم که از هم دیگه جدا شدن، قسمت کوچیکی می‌خواستم بگم به یه تعزی. وقتی پدر بزرگم فوت کرد 19 سالم بود، به من عمم افسانه یه عکس داد. یه عکس کوچیک بود، عکس قلب پدر بزرگم بود. پدر بزرگم رفته بود تکساس برای عمل قلب و وقتیشون عمل می‌کردن اون توی عکس گرفتن از قلب پدر بزرگم. یک عکس کوچیک سیاه‌سفید. من 19 سالم بود، دوربین رولفلکس پدربزرگم داده بودم به من. این دوربینه هم همیشه استفاده میکردم. حالا عکسای پدربزرگم هیچ وقت ندیده بودم، ولی یادم افسانه همیشه بهم میگفت که وقتی این دوربینه استفاده میکرد ما رو یک ساعت میذاریم اونجا جلوی گل، لباس قرمز میپوشید و اینجا یک ساعت اینطوری فوکس میکرد، اینکه خیلی یواش عکس میگرفت از ما رو کلافه میکرد. زیر تخت بابام یه جعبه گیره بودم، یه دفعه دیدم تو این جعبه پر نگاتیو بود، نگاتیو های میدیوم فرمت گیره بودم. خیلی اصلا خراب شده بودن، این چسبیدن به هم نم کرده بودم، اینطوری میکندم و دیدم چی ان. بعد یه دیدم این عکس های پدر بزرگمه. مگر این عکس های پدر بزرگمه. رفتم از اینا کانتکت شیت درست کردم، فقط 15 تا رول بود.
کوچیکم همه چی سکن کردم، فکر کنم شد سکنینگ، همه چی سکن کردم، درست کردم. نگاه کردم به سکانس خیلی دوست داشتم و میدونستم این یه جوریه که میتونید مردم رو بیاریم نزدیک به کار و اونطوری بتونم داستانم رو به مردم بگم. دیدم که این عکس قلب پدر بزرگم، خب چجوری میتونم اینو این عکس رو سکانس کنم؟ دیدم خب قسمت باید بکنم این عکس رو دیگه، و دیدم که اگه قسمت کنم این عکس رو میتونم یه دفعه سکانسش بکنم و یه دفعه به ذهنم رسید که میتونم این اسمشم بذارم The Pieces of My Grandfather's Broken Heart، تیکه‌های قلب شکسته پدر بزرگم. من وقتی بچه بودم همه چی برای من موقتی بود. من وقتی بچه دار شدم تو کارم این خیلی مهم شد که من میخواستم اول خودم یاد بگیرم راجع به خودم که بتونم به پسرم یاد بدم که خودش کی هست. چهره‌ها و مکان‌ها عنوان یک مستند فرانسویه که ساخته مشترک آنیس واردا، فیلمساز مهم فرانسوی، و همکار جوونش ژق که عکاسه. این دوتا با هم به شهرها و روستاهای مختلف فرانسه سفر می‌کنن، با مردم آشنا میشن، ازشون عکس می‌گیرن و این عکس‌ها رو در ابعاد بزرگ چاپ می‌کنن و به در و دیوار می‌زنن. در جریان چاپ این پورتره‌های مختلف، در واقع واردا پورتری از فرانسه اونطور که می‌شناسدش و دوستش داره ترسیم می‌کنه. تماشای این فیلم رو این هفته مرور کرد. Ah oui, je suis toujours partant si on va vers des villages, vers des paysages simples, vers des visages. Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Dès qu'on a pris la route, on a fait escale. چهره ها و مکان ها یک مستند چند وجهیه که مثل اغلب مستند های آنیس واردا به موضوعات مختلفی میپردازه. فیلم هم پورتری وارداست و هم پورتری آدم های عادی و روستاهای فرانسه. فیلم در قالب یک سفر جاده‌ای ساخته شده. واردا امسال 90 ساله شده و از دهه 60 میلادی داره فیلم میسازه. D'accord. On aura plusieurs baguettes à disposition. Alors, vous asseyez. Oui. Voilà, bien centré cadre, oui. Parfait. Vous tenez la baguette, entrez-la de manière à ce qu'elle sorte du cadre, exactement, bien droit. آنیس واردا در این فیلم با عکاس 33 ساله‌ای به نام ژی‌ار همکاری کرده. زمان ساخت فیلم، واردا 88 ساله است. این دو با هم در فرانسه سفر میکنن، با آدم ها آشنا میشن و با اونها مصاحبه میکنن. فیلم در این حال تأملی درباره کارنامه کار واردا و درباره فانی بودن انسان و خلاقیت او. این فیلم احتمالاً آخرین اثر واردا است. در حین سفر و عکاسی، اونها درباره روند آفرینش اثر و اهمیت عامل تصادف در کار خلاقه حرف میزنن و فرصتی هم برای واردا فراهمه تا مسیر کاریش رو بازنگری کنه. کهولت واردا هم از موضوعات مهم فیلمه. او در این فیلم صادقانه درباره کمسو شدن چشمهاش حرف میزنه و از روابط و دوستیهاش با فیلمسازان مهم دورانش از جمله ژان لوک گودار میگه. Ah oui, je m'abîme les jambes, les yeux d'ailleurs, je te vois flou. Alors ce que je te propose, c'est que je t'aide à emmagasiner le plus d'images avant que tout foute le camp. Avant qu'il soit trop tard pour moi, c'est ça? C'est pas ce que je voulais dire, mais tu me comprends. Mais tu l'as dit. C'est ça. On apprend à se connaître, mais je voulais qu'on parle de ce qu'on a tourné. Ce qui m'a plu, c'est que par hasard, on a rencontré des gens épatants. Donc tu préfères qu'on continue comme ça, sans plan précis, sans itinéraire? Oui, parce que le hasard a toujours été... le meilleur de mes assistants. Est-ce que tu crois que le hasard va travailler pour nous deux? Peut-être, peut-être. فیلم تقریبا مثل یک کمدی رمانتیکه که قهرمانهاش یک عکاس 33 ساله و یک فیلمساز 88 ساله.
ژیر قد بلند و واردا کوچلوه و در مجموع یک بده بستون خنده دار بینشون هست. خیلی به هم میان و تماشاشون واقعا لذت بخشه. Une petite envie de faire la nique à Godard. Il avait fait courir trois de ses personnages à vitesse ultra rapide dans la grande galerie du Louvre pour battre un record de traversée du musée. Je l'ai vu ce film, c'est Bande à part, en blanc et noir. T'as de la chance de connaître Godard. Moi je ne cours plus, mais tu étais là. Oh c'est beau. Bellini. Oh c'est beau. Oh, c'est beau. Del Sarto. Ah, ah c'est beau. لورنزو کوستا. واردا کارش رو با عکاسی شروع کرد و بعد به فیلم سازی رو آورد. در کارها و قاب‌بندی‌هاش هم نگاه عکاسانه‌اش مشهوده و هم میلش به بیرون زدن از فضای بست و ساخت فیلم‌های جاده‌ای. واردا همیشه به مردم عادی علاقه داشته و در مستندهاش خیلی به اونها پرداخته. در این حال زنان همیشه مسئله‌اش بودن و این توجه به خصوص در 10 سال اخیر در آثارش پررنگ‌تره. در سالهای اخیر او 3 مستند ساخته. فیلم من و خوش چینان که به نظرم نه تنها یکی از بهترین مستندهاشه که یکی از بهترین مستندهای تاریخ سینماست و جزو فیلم‌های محبوب منه. دومی مستند سواحل آنیسه که تأملی درباره آثار خود واردا و سومی هم همین فیلم چهره‌ها و مکان‌هاست. ذوق هنرمندانه مشترکی در هر سه کار هست و هر سه هم در مورد خود وارداست. Moi je n'ai pas oublié les images de tes films. Le visage de Cléo. J'ai adoré voir depuis le train les yeux que tu as collés sur des containers. Ce qui est drôle, c'est qu'on ne se soit pas croisé depuis le temps. او خودش رو موضوع و محور فیلم قرار میده تا از این طریق بتونه به موضوعات مورد علاقه‌اش مثل آدم‌ها و مکان‌ها بپردازه. آنیس واردا از سال 1958 میلادی داره فیلم‌های مستقل می‌سازه و همیشه هم همینطوری کار کرده. هرگز به هالیوود یا سینمای تجاری فرانسه نپیوسته. این تصمیم باعث شده هرگز مجبور نشه سر مواضع هنریش کوتاه بیاد. در این حال سعی کرده محدودیت‌های مالی رو با روش‌های خلاق دور بزنه. بودجه کم باعث شده شیوه کارش خیلی دموکراتیک باشه. به مستندسازی برگشته و آدم‌های عادی قهرمانان فیلم‌هاش هستن. من فکر می‌کنم نتیجه این تصمیم ساخت بعضی از قوی‌ترین آثار کارنامه اونه. Déjà je pensais pas que l'image serait aussi grande. C'est vraiment l'idée que j'ai répond à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographier pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین برنامه و گزارش‌های قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد، خداحافظ.